در موج برنامه اطلاعاتی خبر. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با امنیتی های سوخت خانه های نو سپریدند. نامزدهای کرسی پرزیدنتی تاجیکستان شهادتنامه گرفتند. هر روز تا هفت پرواز، رویخط نوی 71 پرواز میان تاجیکستان و روسیه. بازداشت کاتب سودی شهر اسفرا پورا طلب کرده است. بنابر پاندمی 75 درصد مهاجران مهنتی در شهر مسکو بیکار موندند. با شهر پوری خبرها با شما هستم میان ستملویوا. سلام. در ولایت سوخت با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مراسم افتتاحی بنای نو استقامتی برای کارمندان کمیته دولتی امنیتی ملی برگزار کردید. چندی از کارمندان کمیته صاحب خانه شدند. طور دفتر مطبوعاتی پرزیدنت می نویسد منزل نو در خیابان اسماعیل سامونی جایگیر بوده، از نه آشیانه عبارت است و دارای 32 خانه می باشد. گفته می شود انشاءات با طرح معاصر ساخته شده، در آشیانه اول آن در مساحت 200 متر مربع مرکزی سلامتی جایگیر است که از هفت حجره کاری از جمله جراحی، داروگذرانی، بوخونه و تمیزگردانی، اینتنسیوی، طبابت دندان، امراضی زنانه، بیماری های درونی و همشیره تیپ عبارت است. در تهخانه بینا آزمایشگاه برای تحلیل های بیوکیمیوی جایگیر بوده، در آن تجهیزات ضروری موجودند. افزود است کتیبات. پیشوای معظم ملت به چند از اوایله های کارمندان کلید خانه های استقامتی را سپرده، آنها را برای صاحب منزل استقامتی شدنشان تهنیت گفتند. همه حجره ها با جهاز ضروری روزگار از قبیل جیوان، رخت خواب، یخدان، تلویزیون و دیگر شرایط زیست تامینند. همچنین بنا به شبکه متمرکز گرمی دهی پیوست می باشد. کارمندان ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت که صاحب منزل های استقامتی شدند اظهار سپاس نمودند. نامزدهای کرسی پرزیدنتی تاجیکستان شهادتنامه گرفتند، گزارش می‌دهد خبر. بنابر اطلاع منبع، تحت رهبری رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان بختیار خدایارزاده، مراسم سپریدن شهادتنامه نامزد به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با نامزدهای به قید گرفته شده صورت گرفت. شهادتنامه‌ها با نامزدها به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان لطیف‌زاده رستم باروت، غفورزاده عبدالحلیم روزیق، امامعلی رحمان، رحمت‌زاده رستم و عبدالویف میروچ سانونویچ در فضای تنتنوی سپریده شدند، می نویسد منبع. یادآور می شویم که انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سنه 11 اکتبر سال 2020 تعیین گردیده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان رسما گزارش داد که برای انتقال تاجیکستانیان از روسیه به وطن 71 پرواز چارتری دیگر تا آخر ماه سپتامبر تشکیل کرده شد. وزارت کارهای خارجه به دقت هموطنان میرساند که با مقصد برگرداندن شهروندان تاجیکستان از روسیه، ستاد جمهوریوی پیشگیری و مبارزه با کرونا ویروس قرار قبول کرد که طریق شرکت ملی سامون ایر از 16 تا 30 سپتامبر سال جاری 71 پرواز الوگی چارتری تشکیل میکند. باید قید کرد که پروازهای چارتری طبق توافق با مقامات روسیه انجام داده خواهند شد. هموطنانی که به وطن برگشتنی اند باید معلومات نامه طبی درباره نداشتن ویروس کرونا که نه بیشتر از 96 ساعت پیشتر از پرواز آماده کردند پیشنهاد کنند. کودکان تا 3 ساله از گرفتن این گونه معلومات نامه آزادند. رویخط شهروندان جمهوری تاجیکستان را که توسط پروازهای چارتری به تاجیکستان برگشتن میخواهند، کمیسیون مخصوص سفارت تاجیکستان در مسکو و کنسولگری های کشور در روسیه ترتیب میدهند. در همین حال پیش از همه بیماران، زنانی که کودک خردسال دارند، سالخوردگان و نفرانی که به روسیه سفر خدمتی داشتند در صف اول رویخط قرار میگیرند. صبوحالدین فخریدین زاده کاتب سودی شهر اسفرای ولایت سوخت با اتهام ستانیدن پورا با مبلغ 13 هزار سومانی بازداشت شده است. بنابر اطلاع دریافتی، بازداشت او سنه 16 سپتامبر سال روان پس از ظهر در پی شکایت یک ساکن ناحیه از سوی کارمندی پراکوراتوری شهر اسفرا انجام شده است. صبوحالدین فخریدین زاده جناب دین کاتب سودی شهر اسفرا تخمیناً ماه ایونی سال 2020 ساکن جماعت دهاتی چلگزی شهر اسفرا ویجرا
با اتاق کاریش دعوت کرده به او وعده میدهد که جزای جنایتش را کم میکند و در اول 29000 سومانی طلب مینماید. وی چه با سبب نداشتن این مبلغ و کم بیزاتی از فخرالدین زاده خواهش میکند که به او یاری رساند. فخرالدین زاده با وی چه وعده میدهد که اگر 21000 سومانی مبلغ دهد نسبتش جزای جریمه تعیین کرده میشود. اگر ندهد او را از آزادی محروم میکنند، گفت منبع اسپوتنیک تاجیکستان. بنابر این منبع وی چه برای آن که از آزادی محروم نشود اول از یک شناسش 10000 سومانی قرض گرفته با صباحالدین فخرالدین زاده میدهد، اما آخری با این روزی نمیشود و از وی چه طلب میکند که باز 3000 سومانی دیگر آورد. وی چه این 3000 سومانی را نیز قرض گرفته جمع 13000 سومانی را آورده در اتاق کاری با صباحالدین فخرالدین زاده میدهد. وی چه برای برگرداندن 13000 به فخرالدین زاده دادش یک گاوی را که بود و شد در خونش داشت در بازار با 12800 سومانی فروخته قرضش را پرداخته است، میگوید منبع. بنابر این منبع وقتی این قضیه با پروکوراتوری شهر اصفهان معلوم می شود، فخرالدین زاده بازداشت شده. علیه او از روی ماده 247 قسم 2 بند و کدکس جنایی تاجیکستان قلابیه که با رسانیدن ضرر جدی صادر شده است پرونده جنایتی آغاز کرده است. این ماده از 365 تا 912 نشان دهنده برای حساب ها جریمه یا از 2 تا 5 سال حبس را پیش بینی می کند. همزمان بنابر آن محکوم شده از حقوق اشغالی منصب‌های معین یا مشغول شدن با فعالیت معین به مهلت تا 5 سال یا بدون آن محروم می شود. طبق تحلیل های گروه تحقیقاتی مهاجرت و اتنیتیکی روسیه، 75% مهاجران مهنتی در شهر مسکو در دوران پنجشنبه ویروسی کرونا بیکار ماندند. کارشناسان میان مهاجران تاجیکستان، ازبکستان و قرغزستان درباره تاثیر پاندمی به کار و زندگی آنها در مسکو نظرسنجی انجام دادند. ضمن نظرسنجی معلوم شد که 74% مهاجران مهنتی هنگام پاندمی از کار خارج یا با رخصتی بر دوام مهنتی بدون پرداخت مبلغ روان کرده شدند. همزمان ضمن این نظرسنجی معلوم شد که تنها 40% مهاجران مهنتی در دوران پاندمی مبلغ جمع کردند. در همین حال همگی 13% مهاجران برای مهلت درازتر پول بیشتر جمع کردند. شنوندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی خبر به پایان میرسد. برای هر یک شما تنسیتیو نیک نامی را خواهانیم. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.